مهدی گلرو همراه ماست، فعال سیاسی. خانم گلرو، بارها اتفاق افتاده که جنبش دانشجویی در حالی رخ داده که هیچ جنبش اجتماعی گسترده‌ای خارج از دانشگاه وجود نداشته، اما در شرایط فعلی این دو همزمان شدن. تحلیل شما از این شرایط چیه؟ بله، جنبش دانشجویی همیشه به هر حال 16 آذر همراه بوده با اعتراضاتی که در دانشگاه ها شکل گرفته، به شرایط اختناق و شرایط داشته. از سال 32 این جریان شروع شده و قبل از اون هم وجود داشته و همچنان در 40 سال گذشته هم شرایط ادامه پیدا کرده، اما امسال رنگ و بوی دیگه ای پیدا کرده به خاطر جریاناتی که در هفته آخر آبان ماه بوده. شعارهایی هم که امروز در تجمعاتی که در دانشگاه ها بوده میبینید که شعارهایی که مربوط به شرایط اقتصادی، به فساد اقتصادی اشاره شده، در پلاکاردهایی که در دست دانشجو هست به کشتارها اشاره شده، به قتل عام اشاره شده، به شرایط امنیتی دانشگاه ها، بازداشتهایی که صورت گرفته، و همه اینها نشان دهنده اینه که فعالین دانشجویی و جنبش دانشجویی کنار مردم هستند و مطالبات اونها رو درک کردند و این نزدیکی جنبش دانشجویی و مطالبات مردم و اعتراضات خیابانی نوید خوبی رو میده، به خاطر اینکه در طی سالهای دهه 80 این فاصله بین جنبش دانشجویی و مطالبات مردمی افتاده بود. شاید جنبش دانشجویی بیشتر مطالبات مدنی و مطالبات سیاسی رو در واقع در بر میگرفت و مردم بیشتر به سمت مسائل اقتصادی و اعتراضات اقتصادی پیش میرفتن به خاطر شرایط بد اقتصادی که ایران داشته. اما الان جنبش دانشجویی هم به همون سمت رفته و در واقع درک بیشتری نسبت به اعتراضات و اتفاقات که در خیابون ها میافته ایجاد شده. حتی نسبت به دی ماه 96 هم این همدلی و همراهی بیشتر شده. اشاره کردین که جنبش دانشجویی بیشتر سیاسی و مدنی بوده و جنبش های مردمی در حقیقت بیشتر رنگ و بوی معیشتی داشته. فکر میکنین نقطه تلاقی چی هست؟ چطور شد که جنبش دانشجویی نزدیک شد به خواست مردمی؟ ببینید، شرایطی که امروز ایران داره به دلیل فسادهای گسترده اقتصادی چیزی نیستش که از چشم کسی دیگه دور مونده باشه. به هر حال رئیس قوه قضاییه وقتی که برای منصب میشینه، اولین دستوری که بهش داده میشه آقای رئیسی برای اینکه نشسته باشه که اون منصب، اولین کار ویژش مبارزه با فساد اقتصادی هستش و حتی نیرویی رو که در دانشگاه دست نشانده ایجاد کردن به عنوان دانشجویان عدالت‌ها، کار ویژه این نیرویی که در واقع یک نیرویی هستش که از خارج از دانشگاه داره دست میگیره که چطور اعتراض بکنه، اعتراض به فسادهای اقتصادی هستش. حالا بر اساس اون شکلی که در چارچوبی که از خارج از دانشگاه براش تعریف میکنن که چطور اعتراض بکنه و حتی گاهی به انحراف ببره اعتراضات دانشجویی رو. خب این فساد اقتصادی و رانتی که امروز دیگه بر کسی پوشیده نیست که در چارچوب جمهوری اسلامی چه اتفاقی داره میفته، باعث شده که جنبش دانشجویی هم با توجه به اطلاعاتی که داره، مطالعه‌ای که داره و بررسی‌هایی که می‌کنه، دانشجو هم کاملا متوجه این فساد هستن و قطعا در شعارهای خودشون و در مطالبات خودشون به این شعارها، به این فساد و به این رانت‌خواری توجه خاص و ویژه‌ای می‌کنن، به این پولی‌سازی، به کالایی‌سازی آموزش. در طی یک سال دو سال اخیر هم می‌بینید که تجمعات زیادی به دانشگاه‌های مختلف شکل گرفته که به پولی کردن آموزش اعتراض‌های صورت گرفته و این اولین بار نیستش در واقع که داره این اعتراضات صورت می‌گیره.